روز گذشته پس از نزدیک به 10 سال احمد شهید وزیر امور خارجه سابق کشور مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران معرفی شد. در همین ارتباط گفتگویی انجام دادیم با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در ژنو. جناب آقای نایب هاشم، روز گذشته سرانجام آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد. شما این انتخاب رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ من این انتخاب رو بسیار بدم. ایشون شخصیت بسیار خوشنامی هستن. در زمانی که ایشون فعالیت سیاسی داشتن در واقع یک مراحلی رو عملا گذروندن. معروف هستش که در یک روزی که نامه نوشتن، در روزی که جمعه سیاه تلقی میشه در مالدیو، یعنی زمانی که نیروهای دیکتاتوری و نیروهای دموکرات سفارایی در مقابل همدیگه کردن، ایشون که مقامی هم در وزارت خارجه داشتن جانب دموکراسی و مردم رو گرفتن و بعد از اون خب این جامعه به سمت دموکراسی حرکت کرده و موقعی که تصدی وزارت خارجه رو داشتن در دو دوره در مالدیو منشأ اثر بودن، به این شکل که تمام کنوانسیون های حقوق بشر، اصلی حقوق بشر تایید شده توسط دولت مالدیو، توسط مجلسش به کوشش ایشون، به تلاش ایشون. خب آقای نایب هاشم، آیا تا به حال مقامات جمهوری اسلامی نسبت به این انتخاب واکنشی نشون دادن؟ فکر میکنید که امکان حضور ایشون در ایران فراهم خواهد شد؟ به گزارش گریویژه خب خیلی تازه انتخاب شده. دیشب در واقع در آخرین بخش برنامه شورای حقوق بشر در ساعت 6 بعد از ظهر حدودا گزارشگر ویژه انتخاب شد. نماینده جمهوری اسلامی خب البته اونجا حق رأی نداشت، اونجا حضور داشتن ولی خب امکان صحبت و امکان بیان نظر عملا نداشتن، برای اینکه خب دو روز آخر در واقع روزهایی هستش که تصمیمات گرفته میشه و خب کشورهای غیر عضو هم چون سازمانهای غیر دولتی نقش نظارتی صرفا دارن و نمیتوانن اعلام موضع بکنن، اما این موضع اونها نداشتن. حالا اون که خب ببینیم که امروز موضع گیری خواهد داشت یا نه وزارت خارجه یا برخواد مقامات جمهوری اسلامی، ولیکن در روند تعیین گزارشگر ویژه در نشست قبلی شورا که مقامات جمهوری اسلامی هم صحبت کردن از اینکه خب پست گزارشگر ویژه برای ایران تعیین بشه رو نسبت بهش مخالفت جدی داشتن. اون چیزی که برحال برمیاد هنوز آمادگی وجود نداره و خب البته یکی از معیارهایی که نقش داشته در اینکه گزارشگر ویژه آقای احمد شهید باشن این بوده که خب ایشون از یک کشور مسلمان هستند و شناخت آقای احمد شهید نسبت به قوانین اسلامی، به همین که برای تلاش کردن در یک جامعه اسلامی قوانین منطبق با حقوق بشر رو تصویب بکنن و به اجرایش بکنن، به هر حال عاملی بوده که در این موضوع نقش داشته و به خاطر همین جامعه بین المللی، این کسانی که در این تصمیم نقش داشتن، این امید رو دارن که جمهوری اسلامی با او آنگونه برخورد بکنند، آنگونه دیگری برخورد بکنند نسبت به آقایان گالیندوپول و کاپیتول. به عنوان آخرین سوال آقای نایب هاشم، برای افرادی که در طول این سالها در ایران حقوقشون نقض شده، تحت شکنجه، زندان، بازداشت و انواع مختلف نقض حقوق بشر قرار گرفتند، آیا راهی برای ارتباط با گزارشگر ویژه حقوق بشر اندیشیده شده؟ آیا مسیری برای این ماجرا وجود داره؟ بله 100%. مثلا قبل از این هم خب این امکانات وجود داشت و متاسفانه از این ظرفیت به اندازه کافی استفاده نشده. وقتی ما گزارش گزارشگرهای ویژه موضوعی رو میبینیم تک و توک دیده میشه که نسبت به موضوعی قربانیان نقض حقوق بشر شکایت کردن و اون شکایت در واقع درک شده در گزارشی که اونها دارن. مثلا در مورد بازداشت خودسرانه میبینیم 3 مورد رو در اون تو اشاره شده، و در حالی که موارد بازداشت خودسرانه رقمهای بسیار بالایی هست. به حال این نشون میده که ارتباطات مدافعان حقوق بشر با کسانی که قربانی نقض حقوق بشر هستند آنچنان تنگ و تنگ نبوده تا کنیم. گزارشگر ویژه کشوری این حالت رو داره که در مورد تمام مسائلی که نقض حقوق بشر هست میشه شکایت رو در واقع اعلام کرد.
در سازمان ملل فرمی رو داره یا گزارشگر ویژه فرمی رو دارن، حتما گزارشگر ویژه ایران هم فرم خودش رو خواهد داشت که اینا کاملا مشابه هستن. به هر حال فرمی که هستش و معمولا فرم میشه در مورد به اصطلاح فرم اقدام سریعه، موقعی که خب بازداشت خودسرانه صورت میگیره یا مثلا خطر اعدام سریع وجود داره و مسائل نظیر این، میشه اون فرم ها رو سریع پر کرد و فرستاد. خب بهتره که با مشورت خانواده کسی که قربانی نقض حقوق بشره یا وکیل چنین کسی این فرم ها پر بشه. این فرم ها وقتی که برسه در واقع یک نوع تقاضا هست، بر مبنای این تقاضا گزارشگر ویژه عمل میکنه و تقریبا میشه گفت بلا فاصله عمل میکنه. صحبتی که سال پیش من با گزارشگر ویژه شکنجه داشتم، صحبتش این بود که هر یک روزی که زودتر این فرم ها پر بشن و ارسال بشن میتواند به معنی یک روز کمتر شکنجه تلقی بشه.